سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه به جلسه بعدی از آموزش روید رسیدیم تو این قسمت میخوایم راجع به یک سری از تنظیمات کرتن رو با هم صحبت کنیم من وارد بخش دیوار میشم یه دونه کرتن استور فرانت رو برمیدارم و میکشم اینجا یه موردی که در مورد کرتن وجود داره و اتصال درستی نداره اتصال اینو تو کنجه من اگه توی پلان برگردم ملاحظه میکنید که این اتصال مولیون ها تو کنج درست نیست و این اتصال اشتباهی این رو اینو چجوری میتونیم درستش بکنیم من اگه بیام از توی لول این رو انتخاب بکنم مثلا اگه کرتنوال من تا لول دو اومده باشه خب وقتی که اون رو انتخاب بکنم فقط مثلا مولیون هایی که توی لول یک انتخاب میشه حالا مثلا من روی این دیوار کلیک میکنم ببینم آن کانکتده مثلا من این لول ها رو قبلا اضافه کردم بچه مثلا تا لول دو یا حالا همون لول سه که هشت متر خب اگه بیام تو لول یک بخوام اینجا بیا مولیون رو عوض بکنم و درستش بکنم فقط توی لول یک درست میشه و ادامه این مولیون که توی لول دو خب تغییری نمیکنه. برای اینکه بخوام این مولیون یعنی اینایی که تو کنجن و توی لول های مختلف هستن همه با هم تغییر بکنم بهتره از همین بخش سبودی اقدام بکنم مثل اتوکد ما وقتی از سمت راست به چپ میکشیم خب همه آیتما انتخاب میشن وقتی از چپ از چپ به راست میکشیم فقط آیتمانی که به طور کامل قرار دادن من روی این مولیون هایی که تو کنج قرار دارن کلیک میکنم اینا همه پین شدن بچا وقتی پین ما نمیتونیم توشون تغییر ایجاد کنیم میتونیم هر کدوم خواستیم دونه دونه انتخاب بکنیم و آن پین بکنیم و مثلا فقط هم یه دونه رو عوض بکنیم میتونیم هم وقتی همه رو با هم سلکت کردیم از این بالا آمپین رو بزنیم و همشون پینشون باز میشه بعد اینکه این اتفاق افتاد میتونیم بیایم نوع این مولیون های کنج رو تغییر بدیم مثلا بزنم روی حالت ال و دیلیت المنت رو میزنم میبینید که بچه خیلی راحت این مولیون های کنج عوض شد برای کنج های دیگه هم همین کار رو انجام میدیم نوع های دیگه هم داره مثلا باز من انتخاب میکنم روی مدل کواد میزنم ببینید مربعی شکل دیگه مانند نیست واسه هر کنجای دیگه هم به همین شکل میتونیم دو دو دو, همه رو انتخاب بکنیم و توی کنج این اتصالات رو اصلاح بکنیم قابلیت بعدی که توی کرت والا وجود داره من بیام پاک بکنم تا اون حالت رو بتونم خدمتون توضیح بدم اینه که ما میتونیم اون پنل های داخل کرتینوالمون رو همه رو به صورت جداگانه تغییر بدیم من دوباره یه دونه فرتنواله مربع این شکل میکشم وارد بخش سبودی میشم و میام شروع کنم این پنل ها رو عوض کنم رو حالت شید بذارم که واضح تر باشه ببینید ها اینا هر کدومش یه پنل دیگه ای که بین این اونها قرار داده من میتونم کلید تب رو بزنم و این پنل رو به صورت تکی انتخاب کنم وقتی که تکی انتخاب کردم میتونم باز آمپین رو بزنم و اصلا بیام متریال این رو عوض بکنم مثلا بیام بذارم روی یه دیوار ببینید این مثلا این شکلی شد میتونم بیام دوباره روی این یکی پنل فقط بچه ببین الان کل دیوار انتخاب شد بعد تبر رو انقدر بزنی تا دقیقا بیاد همین پنل رو انتخاب کنم دوباره آمپی میکنم مثلا اینو بیام یه دیوار آجوری ببینم میده به من اینم اینا آجوری نیست من دوباره حالا انتخاب میکنم مثلا ببینیم اینجا چی داریم ممکنه که برعکس باشه من کلیک میکنم من این پنلم رو تغییر دادم بچه دوباره تب رو میزنم چون میخواستم یه مدل آجوریش رو بهتون نشون بدم تب رو میزنم همین رو انتخاب میکنم مثلا روی جنریک ببینیم این مدل ببینید دقیقا یه پنل میاد حالت آجور پیدا میکنه بعد ببینید همین کار میتونیم انجام بدیم هم مثلا میتونیم بیایم این پنل هامون رو بیایم یکی یکی اصلا گریدور رو توشون پاک بکنیم مثلا چجوری من بیام الان مثلا این پنل رو انتخاب بکنم، آمپینش بکنم، دیلیت بزنم. خب، اینم بیام انتخاب بکنم، آمپین کنم، دیلیتش کنم، دوباره آمپین دیلیت و آمپین و دیلیت. خب، این رو میتونم باید کنم، روش کلیک میکنم، اد و ریمو سیگمنت. اینو انتخاب میکنم، اینم انتخاب میکنم، اینم هم به همین شکل و یه دونه سگمنت دیگه همون این رو هم پاک میکنم خب این الان شده یه دونه پنل دیگه بچه چون قشن این مولیون هاشو پاک کردم اومدم سگمنت از بین بردم روی سگمنت کلیک کردم اد میاد اون بالا میتونیم پاکش بکنیم الان من دیگه تب رو بزنم ببین کل این پنل با هم انتخاب میشه حالا دوباره این یه دونه هم میتونم آنفین کنم بیام دوباره عوضش بکنم مثلا بذارم رو جنریک ببینید قشنگ میاد تو کل دیوار یه پنل بزرگتر رو من میده و من میتونم متریال اون رو هم عوض بکنم نکته دیگه که در مورد کرتن والا هست اینه که بعد شما میام تو لول یک مثلا خب ما توی کرتن والا ببینید دیگه نمیتونیم مثل دیوار عادی در و پنجره بذاریم چرا چون در و پنجره های کرتن والا ببین الان رو پلا میام بیام چیز نمیده بذارم در و پنجره های کرتن والا فرق داره خب باید برم تو قسمت همون لایبرری و آبجکت ها بیام کرتن و... بیام در و پنجره های انتخاب کنم که مخصوص کرتن والاست من میام چیکار میکنم بچه ها برای اینکه در و پنجره به کرتن وال اضافه کنم میام وارد تب اینسرت میشم و لود فامیلی خب من یه پوشه دارم بچه ها به عنوان پوشه آبجکت ها اینا رو از تو اینترنت میتونید دانلود کنین منم در اختیارتون قرار میدم میتونید وارد بخش آبجکت بشین تو بخش آبجکت یه بخش داریم به اسم کرتن وال وال پنل خب در و پنجره هایی که میخوایم واسه کرتین بذاریم باید از اینجا انتخاب کنیم مثل در و پنجره عادی نیست اونا رو کرتینوال وال نمیخونه بعد بیام کرتینوال پنل یه اینجا ما در و پنجره داریم خب مثلا من این در رو میزنم و اوپن میکنم بعد از اینکه اوپن کردم دوره میام روی پنل مورد نظرم مثلا تب رو میزنم که این انتخاب بشه آن پین میکنم و ببینید اون در اومده اینجا اضافه شده به اون آبجکت که من واسه پنل دارم حالا یه سری تنظیمات لازم داره که این تنظیماتش حالا بعدا خودتون انجام بدین تو تنظیمات در وارد بشین میتونید تغییرش بدین یا حالا از آبجکت های دیگه مثلا من دوباره روی یه پنل دیگه کلیک بکنم این پنل آمپین کنم اول بعد آمپین کنیم بچه خب بعد بیام تب این سه لود فمیلی مثلا یه در دیگه انتخاب بکنیم مثلا اه... در خوبه خب این اضافه شده حالا نشون نمیده ولی بر روش کلیک کنیم دوباره من این آمپین بکنم بیا و این دیوار ببینید قشم یا در رو واسه من اینجا میکشه و من تو لول یک بیام ببین دقیقا مثل در اینو وارد که یعنی قشم همون نمای در رو داره ولی روی کرتن بالاست پس واسه کرتن بالا باید از پنل های در و پنجره استفاده کنیم از در و پنجره های عادی نمیتونیم برای کرتن بالا استفاده بکنیم قابلیت دیگه که ما توی روید داریم اینه که بچه شما میتونیم کل مثلا پنل های افقی و عمودی رو با هم دیگه انتخاب بکنیم خب مثلا من بیام رو این وچ خب روی دونه این پنل ها کلیک بکنم خب بعد راست کلیک رو بزنم میتونم بیام تو بخش سلی... سلیک پنل بیام مثلا پنل های افقی عمودی و پنل آنهاست رو با هم انتخاب کنم پنل آنهاست بزنید تمام پنل های اون وچ انتخاب میشه خب ورتیکال هوریزونتال هم بزنین خب افقی و عمودی رو با هم انتخاب میکنه من مثلا کلیک میکنم راست کلیک سه هوریزونتال میبینید که همه پنل های افقی رو پشت سر هم انتخاب کرد وقتی تو حالت انتخاب هستن آمپینم بزنم همه با هم آمپی میشن تو هم حالت که همه انتخاب هستن میتونم بیام نوعش هم عوض بکنم و همه با هم ببین همه رو پشت سر هم با هم تغییر میده نکته دیگه که خدمتتون عرض بکنم اینه که بچه‌ها ما وقتی اینا این پنل ها رو به مثلا دیوار بنایی تبدیل بکنیم خب مثلا من بیام این پنل اول حالا واسه اینکه دسترسیش راحت‌تر بشه این پنل رو آمپی میکنم میام همینجوری آجر سه سانتیش می‌کنم خب وقتی که به پنل بنایی تبدیل شد دیگه میتونم بیام روش در بذارم خب فقط وقتی که ببینید رو کرتن والیم نمیتونیم وقتی یه دونه پنل رو به دیوار برنامه تبدیل کنیم دیگه میتونیم بیایم روش یه در بذاریم در عادی خب ببین مثلا روی نمیشه این در اصل روی لول دو میاد در رو میذاره دیگه برای همین این مقدار این سطح بالاتره با بالا. اساس لول میاد این کارو میکنه ولی کلا میخواستم بگم اگه یه دونه این پنل رو عوض کردین دیوار برنای کردین دیگه میتونین از در و پنجره های عادی استفاده کنید و نکته بعد این که بچه ها این پنله خب مثلا این که الان دیوار بندهیه خب ببینید این دیگه ادیت پروفایل نداره چرا چون این دیوار در است که یه پنل حالا قیافش شبیه دیوار بنایی شده خب البته میگم مثلا قابلیت هایی مثل در و پنجره رو گرفته خب ولی نکتهش تو اینه که این الان یه دونه پنله نه دونه دیوار من روش کنم ببین دیگه ادیت پروفایل نداریم اینو اگه بخوایم مثلا تو یه حفره ایجاد کنیم بعد چیکار کنیم مثل اون روشی که توی دیوارهای منحنی خدمتتون عرض کردم بعد بیایم تو حالا من یه خلاصه بگم که دوباره حضور ذهن پیدا کنیم مثل دیوارهای انحنادار بود می تو بخش تو بخش پلیس خب مدل پلیس وال رو انتخاب کردیم بعد مدل رو زدیم یه دونه رف پلی میکشیدیم توی رف پلی نه میومدیم یه دونه وید اکستروژن ایجاد میکردیم حالا میخوام براتون انجام بدم که دیگه مسئله ای نمونه وال رو زنیم اوکی فقط توی لول بیم اول یه دونه رف پلی تعریف بکنیم به این حالا اسمش هم من مثلا میذارم صفر یک من بیام صفحه کاریمو ست بکنم رفلین که صفر یکه اوکی رو میزنم و یه دونه وید اکستروژن یا مثلا یه دونه دایره حالا ساده میکشم اینو تایید میکنم و میکشم تا داخل دیوار فینیش مدل دیلیت المنت ببخشید من و کات میکردم بچا اسخای میکنم این عمل نکرد سری برای این بود که من چیز نکرده بودم من کات نکردم همین جوری تیک رو زدم و خب اجرا نکرد من این ورد اکستروژن رو می ادامه میدم میکشم تو دیوار بعدش بعد چیکار کنیم بعدش بعد کات رو بزنیم پنل رو انتخاب کنیم با تب الان پنل انتخاب شد بعد وید اکستروژن و ببینید که از داخل دیوار این حج خالی شد اینم برای ادیت پروفایل پنل هایی که حالت دیواره بنایی دارن خب بچه‌ها من بیام دوباره این دیوار هامو پاک بکنم برای اینکه مطلب دیگه خدمتتون بگم شلوغ نشه کار دوباره یه باله استار فرات میکشم این بار دیگه حالا یه دونه ساده بچه ببینید من خود این کرتین والو میتونم ادیت پروفایل بکنم اما اون دیوار برنایی که توش بود و نمیتونستم بلا رو, رو این کلیک کنم ادیت پروفایل داره اما سمی میتونم بیام توی نما یا مثلا یه جا رو مثلا یه تیک مستطیل از اینجا اضافه بکنم بعد بچه یادتونه گفتم اینجایی که اتصال داره رو اسپلیت کنی بعد بیای این خطوط رو جدا به هم متصل کنین الان خودش اینجا دیگه اتصال داره اسپلیت رو میزنیم این خط رو اسپلیت کنم و با این آیکون میتونید دو تا خط یا دو تا دیوار رو به هم برسونیم بعد که تیک رو بزنم میبینید که کریتر من به این صورت قرار گرفت و ادیت پروفایل شد حالا میتونه منحنی باشه یا هر شکل دیگه ای که رسمش کنی پس ادیت پروفایل رو وال داری فقط اون دیواری که توش ایجاد میشه دیگه دیوار در از ادیت پروفایل نداره یه کار دیگه که میتونیم انجام بدیم چیه بعد شما ممکنه وسطتون پیش بیاد من میخوام یک مثلا فرم کرتن پنل رو توی یک دیوار برنامه ایجاد بکنم یعنی برعکس چیزی که تا الان کار کردیم خب یه روشی که واسه این کار هست و شاید تنها روشش اینه که من بیام الان مثلا یک دیوار بنایی ساده بکشم مثلا همون جنریک استفاده میکنم این مورد بخش سوادی رو الان یعنی یک دیوار بنایی ساده میخوام مثلا یه جاشو یه مدار کچکترش بکنم میخوام داخلش یه دونه پنل ایجاد کنیم برای این بچه چیکار کنیم؟ دو دیوار کلیک میکنم بچه ها کپی رو میزنم وقتی که کپی بزنی آیکون پیس, پیس باز میشه پیس میزنم الان تو سین پلس یعنی دقیقا یه دونه کپی میخوام ازش سر جای خودش وقتی اینو بزنم یه ارور میده میگه تو دو تا دیوار رو رو ایجاد کردی ولی ما الان مشکلی نداریم این دو تا دیوار الان رو هم, هم تو همین حالتی که انتخاب هست بچا خب یعنی بدونی که الان چیزی رو بزنم فقط سیم رو انتخاب کردم میام این دیواره رو میذارم استور فرانت و ببینید اون دیوار زیری اصلا محش... اینجا در از دو تا دیوار دیگه من یه دیوار بنایی بود کپی گرفتم روی دیوار دیگه پیس کردم چون اون یکی رو این پیس کردم الان اینو گذاشتم رو استار فراند الان اینو داره به من نمایش ولی ما میدونیم اینجا دو تا دیوار در است خب این روشی که ما به کار میگیریم برای اینکه بتونیم یک فرم کرتن پنل توی دیوارهای بنایی ایجاد کنیم من میام دوباره توی نمای فرانت حالا اینو میام ادیت پروفایل میکنم روی این دیوار کلیک میکنم ادیت پروفایل رو میزنم مثلا میام دو سه تا دایره مثلا اینجا میکشم بدون مثلا اینجا بدونم اینجا خب این خطای دورم کلا پاک میکنم این خطایی که دارم میکشم اون جایی که ما میخوایم کرتر پنل باشه وقتی تایید رو بزنم ببینید این شکلی میشه چی شد یعنی یعنی ادیت من ایدونه... کرتنوار ساختم دقیقا سر جای دیوار برنامه اصلی اومدم اونو ادیت پروفایل کردم و کوچیکش کردم مثلا اومدم تقسیمش کردم حالا هر جا که من تقسیمش کردم ادیت پروفایل اون دیوار است چون این یکی رو اون یکی هست. هر جا که نیست دیوار اصلی هست. خب یعنی ما وقتی یعنی از اون کپی که گرفتیم وقتی مشخص کردیم آقا این دیواری که من کپی گرفتم توی اینجاها توی این خطایی که کشیدم روی دیوار برنامه نمایش داده بشه در از همین جا هم هنوز هم دو تا دیواره ولی چون این اولویت داشت و ما اینو رو اون یکی پیس کردیم وقتی ادیت پروفایل میکنیم توی این جاها میاد کرتن پن رو به ما نمایش میده این هم روشی که برای ایجاد این شیشه های شبکه بندی شده روی دیوار ازش استفاده میکنیم اگه پنل های شکل دیگه ای هم خواستین باز میتونید تو اینترنت پیدا کنید بچه مثلا میتونید همین کرتنوالا رو سرچ بکنید بیاید مثلا این شیشه های اسپاردر استفاده کنید یا هر نوع شیشه دیگه ای که حالا تو اینترنت بود یعنی این پنل ها بود معلوم بودم مثلا دیوار برنایی گذاشتم خب این پنل ها میتونه هر شکل دیگه باشه دیگه مثلا بیاد مثلا همین در و چجوری ایجاد کردم میتونید جای در که گذاشتم بیا یه دونه پنجره اسپایدر استفاده کنید هر پنلی دلتون خواست بیاین به پنجره اسپایدر تبدیل کنید یا هر پنل دیگه میگم با توجه به استفادهتون میتونید توی اینترنت پیدا کنید و اونا رو به کار بگیرید و در نهایت اگه بخوام یک نکته دیگه خدمتون ارز بکنم من باز این دیوار رو پاک بکنم بیام یه دونه دیوار استار فرانت بکشم خب برای اینکه دیگه نکته آخرم خدمتون بگم میام روش کلیک میکنم و ازش یه داپلیکیت میگیرم مثلا میگم مای وال باز مای وال و اوکی تنظیمات این رو حالا این اسمش رو قبلا استفاده کرده بودم اسمش رو عوض بکنم بذارم مایوال دو. و اوکی تنظیماتش هم میذارم روی فیکس نامبر یعنی بر اساس تعداد باشه خب و این حالا تبدیل میشه به استافرانت خودم من دوباره میام یه استافرانت دیگه پیش فرض میکشم جلوی این خب و وارد یکی از این میشم خب تب رو میزنم و روی این کلیک میکنم اون استارفاندی که من تو اپلیکیت گرفتم گذاشتم مایوال حالا الان اضافه شده به نرم افزار من آمپی میکنم خب میام اینجا ببینید مایوال دو که الان ساختم روی این کلیک میکنم ببینید میاد توی یه دونه پنل اون دیوار من و تنظیماتش رو میاد توی این پنله میذاره یعنی هر وقت خواستیم یه پنل رو دوباره به بخش دیگه تقسیم کنیم از یه دونه استار فرانت کپی میگیریم داپلیکیت میگیریم اسم خودمون رو مثلا میذاریم روش یا اسم دیگه که میخوایم میاین توی هر یه دونه این پنل رو کلیک میکنین آمپی میکنین بعد اون دیوار خودتون اون استار فرانت جدیدی که ساختین رو نسبت میدین به کلیک میکنم آمپین رو میزنم یا میزنم روی مایوال دو بعد اینم الان باز میتونم تغییرش بدم مثلا میزنم روی دو و مثلا دو ببینید تقسیم بندیاش دو تا وسط گذاشته دو تا این بر اون بر و اینم آخرین نکته ای که خواستم خدمتون ارز کنم امیدوارم این جلسه مصمر سمر بوده باشه و بتونین از مطالبی که خدمتون ارز کردم استفاده کنین خیلی ممنون وقت بخیر